ترگل خانم ورگل خانم بهت میگم عروسک کوکی میخوای زن نمیخوای باغ پر از بهار و گل بیدار مثل من نمیخوای کنیزک حلق به گوش به خر و بخور به شور و به پوش اگر میخوای کفن باید بندازی روش بهت میگم به من نگو یه قرص ماه تو شمت پیچیده است لالباسیس قد کشیده رسیده است گلاب غم سر میمونه از عشق گل چکیده است بهت میگم به من نگو یه شب که مسبوده اینا رو گفته گفته خودش به خاطر کشتن من از خونه را میفته بهت میگم فست عروسکای کوکی مرده خسته شده از بس که از دست تو سیلی خورده بهت میگم به من نگو شربت خانم شیرین خانم شکر خانم عسل خانم غزل خانم جعبه توت تر خانم از هر کرج و خوشگل خوبتر و ماه تر خانم ترگل خانم ورگل خانم بهت میگم عروسک که کوکی میخوای زن نمیخوای باغ پر از بهار و گل بیدار مثل من نمیخوای کنیزک حلق به گوش بخر و بخور بشور و بپوش اگر میخوای کفن باید بندازی روش بفرمایید برمیگردیم خدمتتون گفتگو میکنیم با دکتر میرزا آقاسی به صدای سیمین شربت خانوم از نوار درکت عشق ملودی و تنظیم زیبای سعید قربانی دست همه اونایی که من کمک کردم در این نوار درد نکنه برمیگردیم خدمتتون
بهت میگم به من نگو، بهت میگم به من نگو، شربت خانم، شکر خانم، مثل خانم، غزل خانم، جعبه یه توت تن دوباره درود و دوباره سلام خیر بندم دکتر استاد نقاشی گرامی اسلام شناس محقق دکترای حقوق دکترای فلسفه یک سری تحقیقات زیبا و شیرین در ضمن خوشبختانه دکتر میرزاپاسی هم یکی از بچه محله ما هستن بچه محله آقای عبدالکریم سروش در خیابان شهباز آقا این بچه خیابان شهباز خیلی شیرین و جالب هم بفرمایید خدمت حضرت علی سلام عرض میکنم حضرت علی بخیر همینطور خدمت شما بینندگان ارجمندی که وقت میگذارید و به بحث و گفتگوهای اساسی و لازمی که واقعا برای اجتماع ما لازمه توجه میکنید نکته مقدمه این است که توجه بفرمایید که اون چرا که ما در اینجا مطرح میکنیم یا آقای امینی مطرح میکنند یا افراد دیگر از دانشمندانی که در اینجا میان و صحبت میکنند با شما هیچ کدامش برای شما تعیین تکلیف نمیکنه ما افتخار میکنیم که به عنوان یک خبرنگار به عنوان یک ریپورتر مسائلی رو که در دنیای خارج وجود داره جمع بکنیم و به سمع شما برسونیم اون کسی که باید تصمیم بگیره نهایتاً قاضی شما هستید ما سعی میکنیم که صداقت داشته باشیم و اون چه رو که به استماع شما میرسانیم به نظر شما میرسانیم از یک صداقت و از یک واقعیت برخوردار باشه و نظر خودمون رو داخل واقعیت ها نکنیم و اگر کردیم به شما بگوییم که چنین میکنیم به این لحاظ هست که ما فقط به عنوان یک مخبر و به عنوان یک گزارشگر واقعیات خارجی رو به سمتون میرسونیم با این